نازان باشه، تو آروم باش، من با خالم حرف میزنم. اون اجازه نداره که دست رو تو بلند کنه. ببینم نکنه باید از تو اجازه میخواست. چرا باید از تو اجازه میگرفت؟ جاهد اگه اجازه ندی چی کار میکنی؟ بسته دیگه، من یه دقیقم توی خونه نمیمونم. نازان تو رو خدا آروم باش، من اومدم خونه حرف میزنیم. جاهد تو فقط بلدی بگه من باهات حرف میزنم. تو بیا اینجا مرد باش، حواست به خانمت باشه. من نمیدونم با برادرت حرف میزنی یا با خالت. ها جاهد تو خودتو ناراحت نکن، هر چیزی که هست بین من و زنته، ما زبون همدیگر رو خوب میفهمیم. تو به کارات برس، ما مشکلمون رو حل میکنیم. بین دوتا افریت موندی نه؟ ایلماز درست حرف بزن. من چند بار بهت بگم وقتی دارم حرفای خصوصی میزنم مزاحم نشو. ببخشین آقا جاهد، فکر کنم به عنوان دوست دخترت از حد خودم گذشتم. ببین ایلماز، منظور من این نبود. خب یعنی بعضی حرفا هست که باشه، خوبه، نیازی به توضیح دادن نیست. من نیومدم توضیحات تو رو بشنوم. گفته بودی یه موضوع مهمه یادم بنداز. از اون سیت جواهر که برای نازان گرفتی برای منم میگرفتی. از مغازه‌ای که برای نازان گرفتم نگیری. از این ترست خیلی خوشم میاد. نگران نباش، میرم یه جای دیگه. من دیگه نمیخوام اینجا زندگی کنم آیتن خانم. اگه همینطور ادامه بدی مجبور میشی از اینجا بری، اما از من نه، از زندگی خودت. اگه دیگه اسم دختر منو رو زبون کثیفت بیاری، اگه به دخترم تهمت بزنی، دیگه نمیتونی، دیگه نمیتونی لباساتم جمع کنی، فهمیدی؟ خب ببینم تو این ساکت چی داری دختر خانم. آیتن خانم. اینا رو ببین، هر چیزی که دادیم همشو داری میبری؟ دارید چی کار میکنید آیتن خانم؟ من روز اولی که میخواستی بین برادرها فاصله ایجاد کنی بهت گفتم اگه یه روز بخوای از این خونه بری، همین جوری که اومدی داخل همونجورم دست خالی میری. نازان این آخرین اختیار منه، سعی نکن که گوشت و پوستو از هم جدا کنی. رفتارتو عوض کن، حد خودتو بشناس، وگرنه بد میبینی دختر خانم، خیلی بد.